شنبه پایتخت یمن، تظاهرات مخالفان دولت با پیوستن شماری از نیروهای ارتش به آنها همراه بود. در شهر جنوبی عدن و مخالفت شکل کاملا متفاوتی داشت. بسیاری از مغازه‌ها بسته بودند و شهر در اعتصاب به سر می‌برد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن مخالفان را به راه اندازی جنگ داخلی متهم کرده و میگوید حاضر است به خواسته های دانشجویان در چارچوب قانون اساسی گوش بدهد. این در حالی است که بسیاری به چیزی کمتر از کنارگیری فوری او قانع نیستند. به نظر من علی عبدالله صالح هیچ شانسی برای فرار از چنگ عدالت ندارد. اگر مردان بخواهند بدون زنان به اعتراضات ادامه بدهند، ما آنان را نخواهیم بخشید. انشاءالله تا هفته آینده علی عبدالله صالح را به کنارگیری مجبور میکنیم. ما جانمان را در کف دستمان گذاشته ایم و به خیابانها آمده ایم. روز جمعه صنعا پایتخت یمن شاهد بزرگترین تجمع مخالفان در 3 ماه اخیر بود. در گوشه دیگر از شهر رئیس جمهوری به طور ضمنی از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر انتقال قدرت استقبال کرد.